ظاهری خیش است، جاهل در جمع مال و غافل زی اصل خیش است. قدر دل را کس نداند، آغشته گیل می شود، با هزاران درد و بلا این دون گرفتار می شود. هر کی بدیل راه یافت، زی خیش گنج بی بها یافت. هر کی پابند آب و گل شد، غافل زی عشق پاک و منکر شد. عاقلان در بند زلف یار خیش را بستند، غافلان با زال بی وفا امید بستند. هر کی دون را دوست داشت، در قلب خیش تخم شیاطین را کاشت. هر کی خواهان این دون شود، زندگیش کل از غم و درد این دون شود. هرگاه که از غم این دون دور می شوم، در آغوش یار مهربان و بیخود می شوم. الحمدلله که زی کفر نجاتم دادی، عشقم دادی و مایم دادی و ایمانم دادی. جمال یار من اندر دل من است، نور خورشید در دلم از دلداری من است. مرا عشق تو شاعر کرده است، مرا قرآن تو عاشق کرده است. بخیل بخیلوت می روم و با یار آشنایی می کنم. با جانم می روم و با جانان راز دل می کنم. گنج ما در درون است و ما از او بی خبریم. فریفته نقش ظاهر گشته ایم و کنون بی اثریم. این چشم ظاهر بین مرا به بازار می برد، آن چشم باطن بینم مرا به عقبا می برد. صورت و ثروت مجوی که به ایمان می شوی، سیرت و معنی بجوی تا به حق نزدیک شوی. هر کی آخر بین نیست، او مرد راه دین نیست. هر کی آخر بین شد، بی بهره از گنج دل شد. راه حق راه دین و دل بود، هر کی زین راه دور شد غافل بود. ای دوست عارفم کردی تا تو را بشناسم، مؤمنم کردی تا مهری تو را در دل بنازم. غیر تو در هر دو عالم خریدار ندارم، چون عشق تو را یافتم دیگر پروای فتوای سری دار ندارم. تا روزی که زنده ام کفر همسایه من است، مردمی جاهل و ناپاک در اطراف من است. سر من با جاهلان معلوم نیست، هر دلی ناپاک لایق این دستور نیست. این جهان مکان غم و دردی بود، هر کی دون را دوست داشت غافل از امر حق بود. مهر با بیگانه کردن ابلهی است، با وعده شیطان باور کردن جاهلی است. مردمی بسیار را در جهل دیدم این دمه، آدمی زی خواب گران بیدار نشود یک دمه. عارفان در روز حشر با دلی صاف آمدند، غافلان با کفر در دل دو پزمان آمدند. پرده های جان را تی کن تا به محمل رسی، جان خیش را پاک کن تا به میهن رسی. حق تعالی از کفر و جهل بیزار است، هر کی امر حق را گوش نکرد مردی به ایمان است. من یک ذره ایم که به تو قدری ندارم، من یک قطره ایم که به تو جایی ندارم. تو یک تایی و در میان جانی منی، به هر جایی که نظر نکنم تو در همه جایی منی. وجودم از حضور تو زنده گشته است، دلم از مهر تو مثل شعله گشته است. تو گلستان دل عشاق منی، تو عزیزترین و محبوب جان منی. هر که جز تو به کسی عاشق شود دیوانه است، هر که از شرع تو غافل شود بیگانه است. هرگاه که تو را یاد می کنم دلم مصفا می شود، از ذکر نام تو جانم درخشان می شود. کسی که عاشق است او بیدار دل است، بیگانه زیدون و فارغ زی آب و گل است. دل عشاق همیشه در غم یار است،
گلی که او در دلش دارد بی خار است. یزد فرمید یادی که نخیمیت های که حضرت یطور حضرت یک حضرت بود ابوالفضل حسن هم داشت. حضرت رو میگویند که وقتی که تو از دنیا گذشتی، وقتی یعنی که تو مردی، ما تو رو میبرین در قطار اولیاها گور میکنیم، در قطار آدم های پاک. حضرت میگد که ایتا نکنیش ما. حضرت گفت که در آن جایی که در قطار اما آدم های گناهگار برای گورم کنی، در قطار دزدا و رحشپا و ویرانا و جاهلا برای گورم کنی، چون این قوم بس تاریک باشد، بنور رحمتش نزدیک باشد، که هر جایی که عاجز پیش آید، نظر آنجا زی رحمت بیش آید. یعنی که نظر خداوند میگه در تپستی های خداوند آدم های عاجز میگه رحم میکنه. همونجا در برای گورم کنه که برای هم نزدیک شم، برای هم خداوند نزدیک شم، یعنی که برای که او پاکا معلومه که به کجا میرسن. نه که یه آدم هایی که در عذابان اینو عاجز میشن در روز قیامت، بگذار که در قطار همیا باشم که رحمت خدا به منم برسه. میگه یکوی خودمون نخونیم. یک مرده که مرده بود خروسی ناترس داشت و اون مرد امون خروزش را به کدام خروزی که جنگ میدو همه خروزا را میزد، در خروز جنگ همه خروزا را میزد، یگان خروز وای نتونست غالب کرده، غالب شدن بر وای. و مردم پرسیدن که چرا سیری همین بقوتی خروزی تو در چیه که در خروزی نوتاس یگان کس نمیتونه زده یگان خروزی دیگه؟ اون مرد گفت که من این خروزم را تنها با غذای حلال، با مهنت حلالم میخورونمش، یگان چیزی ویرانی یا نمیتیمش، میگم فقط با همین حلال میخورونمش و یا یگان بار نمیمونم که یگان چیزی گنده را ببینه، یگان زیق شوه، یگان ترس حراسه، یگان چیزی که و یا ملول میکنه نشانش نمیتیم هیچگاه، چیزی خوب هم میبینه فقط. یعنی که خلاصه آن است که آن جانه که با قوت حلال، یعنی که قوت حلال برای جان این دین است، غذا میتید جانش را و از عالم ظاهیر یعنی که کفر و فساد نمیبینه، خوچه ملول نمیکنه جانش را به همین کارهای دنیا و همین حادثات دنیا، خبرهای زیش در درون جان میکنه و یگان کس به غیر حق بیم ندارد، بیم ندارد. و همین آدمی که به حلال خوچه پاک میکنه جانش را قوت حلال میتید، در درن وجود جانی وی ترس و حراس وجود ندارد، فقط وی از حق میترسد که گناه نکند. دیگه یگون مخلوق دنیا او ترس و حراس ندارد. بهترین کایا بخشی زیاد سخن از یاد کردیم. خداوند یادت باشد، پروردگار در امان خدای کریم باشید. خدا حافظ.